106 نمایندگی پارلمان سوئد فراخوان برای به رسمیت شناختن مقاومت ایران، تأکید بر تضمین حفاظت از اشرف توسط سازمان ملل و آمریکا. هرالد تریبیون بین المللی 11 می 2011، 22 اردیبهشت 1390. بیانیه مشترک 106 نماینده پارلمان سوئد: ما از دولت آمریکا و سازمان ملل می‌خواهیم حفاظت ساکنان اشرف را تأمین کنند. ما از دولتمان می‌خواهیم که مقاومت ایران و مبارزه مردم ایران برای برقراری دموکراسی و آزادی را به رسمیت بشناسد و گفتگو با شورای ملی مقاومت ایران را آغاز کنند. مرجم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، 18 آوریل 2011. دبیر کل ملل متحد و شورای امنیت باید قطعنامه ای را درباره حفاظت ساکنان بی‌دفاع و تحت محاصره اشرف و خروج نیروهای ارتش عراق از اشرف تصویب کند. شورای امنیت ملل متحد باید یک نماینده برای تحقیقاتی بی‌طرفانه، جامع، شفاف و مستقل درباره جنایت بزرگ در اشرف در 8 آوریل منصوب کند. نابی پیلای، کمیسر ارشد سازمان ملل برای حقوق بشر، 15 آوریل 2011. هیچ بهانه‌ای برای این تعداد کشته وجود ندارد. هر کسی که مسئول باشد باید به خاطر استفاده مفرط از زور مورد مجازات قرار گیرد. جزئیات آن چه در روز 8 آوریل 19 فروردین در کمپ اشرف به وقوع پیوست کم کم افشا می شود. نیروهای نظامی عراقی قبل از این که به کمپ حمله کنند به خوبی می دانستند خطر چنین حمله‌ای چه می تواند باشد. پروفسور الی ویزل، برنده جایزه صلح نوبل، 27 آوریل 2011. تمامی ما در همبستگی کامل با آنهایی هستیم که در اشرف هستند، آنهایی که برای آزادیشان مبارزه می کنند. ما خواهان آن هستیم که جامعه بین‌المللی در مورد جنایت 8 آوریل که در آن 35 ساکن اشرف کشته و 350 تن زخمی شدند تحقیق کند. ساکنان بی سلاح اشرف توافقنامه‌ای با نیروهای ایالات متحده در سال 2004 امضا کردند تا ایالات متحده حفاظت آنان را تا زمانی که راه حل نهایی به دست بیاید بر عهده بگیرد.